سلام، خوب هستین؟ بخیر اومدین؟ امروز چند شنبه است؟ امروز پنج شنبه. درس دیروز ما چی بود؟ بله، راجع به خواندن و نوشتن بود. گفتیم که خواندن و نوشتن خیلی مهم است در زندگی یک آدم. خب، کارخانگیتون نوشته کردین؟ بله. آفرین. خب، بر قلم، کتاب، مسجد گفته بودم نوشته کنین. آفرین. شما هم نوشته کردین؟ خب. چند تا کلمه را در درس گذشته خود هجا و بخش ساختیم. شما همیرا جان میتونین قلم بر ما بخش بسازین؟ آستا جان، قلم. قلم. آفرین. خب، اگر این را صدا کشی کنیم. قلم. آفرین. ها. چند صدا داره؟ یک صدا، دو صدا، سه صدا، چهار صدا، پنج. آفرین. خب، تشویق شما؟ تشویق. آه. خب، دو بخش؟ دو بخش. تش. آفرین. آفرین. شش صدا داره. و اشاره؟ اشاره رو بر ما بخش بسازین. اشاره. سه بخش. آه. و اشاره. ره. آفرین. آفرین. خوب، از ده درس گذشته کس مشکل نداره؟ نه. خب، درس امروز خود شروع میکنیم. درس 32 میباشه، صفحه 155. کتابا رو باز کردین؟ خب، اینجا تصاویر رو ببینین؟ در تصویر چی میبینین؟ بله. چند نفر ششته در حال درس خواندن یک صنف سوادو میزیز؟ در اینجا کدام خانم یا دختر میبینین؟ نه، خیر، نمیبینیم. نه، اینجا نیست. عنوان درس ما راجع به امی میباشه. ما با دخترها و پسرهای خود یکسان رفتار مینماییم. یعنی باید دخترام در درس خواندن سهم بگیرن. نه؟ بله. خب، درس متن میخونیم، متوجه باشین. ما با دخترها و پسرهای خود یکسان رفتار مینماییم. احمد دو دختر و دو پسر دارد. فاطمه دختر او تا صنف سوم درس خوانده و به دلیل کارهای خانه مجبور به ترک مکتب شده است. ولی اکبر و مسعود دو برادر فاطمه به مکتب می روند. خود احمد اکنون در کورس سواد آموزی درس می خواند. درس دیروز آنها راجع به رفتار یکسان با دخترها و پسرها بود. از آن درس احمد متوجه شد که باید با دخترها و پسرهای خود رفتار یکسان داشته باشد و تصمیم گرفت تا از پسرهای خود بخواهد که به خواهر خود در کارها کمک کنند تا زمینه درس خواندن دوباره فاطمه چی شود؟ فراهم شود. خب، مشکل ندارین؟ خب، خوانده بودین؟ آفرین، شما لایق هستین. خب، احمد چند فرزند داشت؟ چهار تا. آفرین. دو دختر و دو پسر داشت. خب، احمد در صنف سواد آموزی چی خواند؟ رفتار یکسان. بله، یکسان باشه باید رفتارشان. خب، آیا باز احمد چی تصمیم گرفت درباره دختر خود فاطمه؟ باید که درس بخونه دخترشان. چاش امروز آفر. درس دوباره شروع کنه. آفرین. آفرین. خب، دهی بخش ببینین. دهی بخش از درس ما صفحه 157 کتابایتون رو ببینین. دو کلمه از هر دویش هم بخش میسازیم و هم هجا میسازیم. ببینین. بهشت. بهشت. بهشت چند بخش؟ دو بخش. بهشت. بهشت. سعی کنین صدایش به ای ه ا ای شت. بهشت. بهشت. دیگه شم فراوان. بخش فراوان. سه تا. سه بخش. بله، سه بخش.
ف ا ر آ و آ ن فراوان نه؟ بهشت فراوان گفتم بهشت نشان میتیم بهشت دو بخش به ای ه ای شت فراوان ف ر آ فراوان ف ا ر آ و آ ن فراوان خب مشکل ندارین؟ بهشت میتونین هجا بسازین؟ بله استاد یاد گرفتیم بهشت بهشت دو جا آفرین ب ا ه ا ش ت آفرین بهشت خب خوب است؟ خب صفحه دیگه شو ببینین صفحه 158 158 اینجا چند تا کلمه است برای زیاد جمله جور کنیم درس کمک کار کارخانگی ماست بله کارخانگی تان مشکل ندارین؟ تشکر از شما هم خداحافظ.